بلا قطع دارش. شد. آره قطع شدیم، نمیدونم سیانت دارم میکنن، چه اتفاق داره میفته. خب به اونجا رسیدی که قسمت یک رو، لول یک رو، آزمونش رو برگزار میکنم. خود IFTA پیشنهادش اینه که دو لول رو با هم امتحانش رو انجام ندن، درسته؟ نه دکتر گفته با هم ندید چون احتمال موفقیتتون میاد پایین و درصد کسانی که درصد موفقیت کسانی که به این مدل آزمون ها رو دادن خیلی پایین تر از کسانی هستش که حداقل 6 ماه فاصله داشته آزمون 1 و 2. آزمون 2 خیلی 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 نیاز به زبان قوی داره از جهت تشریح، چون کلا تشریحی هستش. لول دوم خیلی تحلیل بین بازاری در واقع تاکید شده و اینکه شما بتونید به عنوان یک تحلیلگر تکنیکال که در یک صندوق سرمایه‌گذاری مشغول به کار هستش یک گزارش جامع و کامل و حرفه‌ای بازارها رو در اختیار مدیر صندوق قرار بده. در واقع دیدش اصلا اینه و به شما چارت‌های خیلی زیادی رو در اختیار شما می‌ذاره، فکر کنم 14 یا 15 چارت رو در اختیار شما می‌ذاره و نسبت‌هاشون رو هم به شما میدن، میگن فرض بفرمایید یک فرد متمولی اومده پیشش در واقع پیش صندوق ما، این سبدش هست با این وزن، مثلا 20% طلا هستش، 40% سهام هستش، 20% اوراق قرضه و 20% هم فرض بفرمایید که بازارهای ارز، مثلا یه سری صندوق‌های ارزی، مثلا ETF‌های مبتنی بر ارز. بعد میاد بر اساس چارتایی که به شما داده و نسبتایی که وجود داره شما با در واقع دانش تکنیکالتون رو ترکیب بکنید با توانایی نوشتاریتون و به یک نتیجه برسید که آیا بایستی ما وزن سبد رو و آیتم های سبد رو تغییر بدیم، به این صورتی بکنیم، یا اینکه نیاز نداره، که معمولا خب نیاز داره و شما بایستی توضیح بدید که چرا مثلا من میخوام در شرط فعلی وزن طلا بیشتر بشه از 20% مثلا 25% یا 30%، به این دلیل که چارت نسبت مثلا طلا به سهام نشون میده که یک بریکاوت صعودی میخوایم داشته باشیم و طلا احتمالا سهام بیشتر بشه. این یک بخششه. بخش دومش که در مورد الیوت و تئوری امواج الیوت بحث میشه و همینطور به خصوص با توجه به اینکه در سالهای اخیر تریدرهای آسیایی زیاد شدن، تکنیکای ژاپنی هم به شدت مورد تاکید هستش، هم کندلستیک که همون الگوی شمی، هم دیگر مدل‌هایی که در واقع چارتینگ ژاپنی کاجی و سخت شده است. خدمت شما عرض می‌کنم که تکنیکای مثل ایچیموکو خیلی مورد توجه هستش و نهایتاً یک چند سوالی هم در مورد مدیریت سرمایه و اینکه چطور شما سیستم معاملاتی رو طراحی می‌کنید هم سوالاتی در موردش پرسیده میشه که همش عرض کردم به صورت تشریحی هستش. در واقع لول دوم داره شما به عنوان یک تحلیلگر تکنیکالی در استخدام یک صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ هستید نگاه می‌کنید و عملاً اون جنرال نالج مد نظرش نیست، کاملاً عمقی و محتوایی و با کاربرد حرفه‌ای در واقع می‌خواد از شما که تکنیکال رو به کار ببرید. پس لول دو خیلی تکنیکال مرز نیست، میخواد دایره اطلاعات طرف تو حوزه‌های مختلف رو هم بسنجه. یه خود بریم بگو ببینید به خصوص بعد از اینکه همونطور که عرض کردم NTA اومد مدرک CMT رو در واقع طراحی کرد، خیلی به نظرم نقش داشت در اینکه CFD هم غنی‌تر بشه، یعنی صرفاً بحث تحلیل تکنیکال نیستش. درسته که در واقع شما در همه حوزه‌های تکنیکال یه دانشی به دست میارید، ولی در حوزه طراحی سیستم‌های معاملاتی هم خیلی اخیراً دارن روش وزن می‌ذارن و همینطور مدیریت سرمایه. در واقع داره به این سمت میره که یه تحلیلگر تکنیکال خودش هم میتونه مدیر صندوق بشه و اگر بخواد چنین بشه چه الزاماتی باید رعایت بکنه، از تئوری چه دانشی باید داشته باشه که بتونه از پس این مهم بعد. و هر چقدر که داره میره جلو در من داره وزن این آیتم هایی که ارز کنم خدمتون بیشتر میشه در سرفست های آزمون CFD. یعنی من خودم که اخیرا نگاه میکردم بیشتر شد نسبت به 7-8 سال پیش که در واقع من آزمون رو داده بودم و به نظر میرسه که یه مقدار داره شبیه CFA میشه. حتی CFA خب خیلی دامنه مطالبش گسترده تر هستش، ولی CFD هم داره در واقع به شکلی میره که بتونه خلایی که وجود داشت در این حوزه رو تا حد زیادی پوشش بده و صرفا این تحلیل تکنیکال خبره نباشه، بتونه خودش پورتفولیو رو مدیریت بکنه، سبدگردان بشه. بریم روی لول یک. برای گرفتن لول یک رفرنس خاصی باید مطالعه بشه؟ شانس خوبی که اخیراً دارن بچه‌ای که میخوان آزمون رو بدن این هستش که اصولاً چندین کتاب از مراجع معتبر، از ناشرهای معتبر
منتشر شده و برعکس زمانی که ما در واقع آزمون دادیم به این صورت بود که IFTA 15-16 تا کتاب رو معرفی میکرد، از جان مورفی و مارتین پرین بگیرید تا مگی و دیگر کسایی که به هر حال میشه گفت به شکلی پیشتازان عرصه تر تکنیکال بودن و کتابش مورد توجه بوده، میگفت مثلا از این کتاب مثلا 5%، از این کتاب نصفش، و این خیلی مشکل میکرد داره. یعنی من باید میرفتم تک تک این PDF ها رو میخریدم از آمازون، میدادم پرینت بکنه. حالا بعضی از کتاب ها تو ایران چاپ شده مثلا جان مورفی، ولی بقیه رو باید میدادم پرینت بکنن، بعد خدمت شما هستم اصول رو میخوندم. حالا مشکلی که وجود داره اینه که مثلا جان مگی که شما میخونید، مگی فکر میکنم حالا اسم کوچیکش رو نمیدونم، این در واقع 300 خورده صفحه کتابش هست، شما باید مثلا 100 صفحه شو فرض بکنید بخونید. بعد یه مدلی توضیح داده که شما اون اولش رو باید بخونید تا بعد اون فصولی که مد نظر آیتی رو از درک بکنید، مجبورید که کل کتاب رو بخونید. ولی بعدش با توجه به اقبالی که شد نسبت به این مدرک به خصوص در آسیا، یعنی آسیا به خصوص آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی، یعنی از مالزی و سنگاپور بگیرید هنگ کنگ و تایوان و چین و کره جنوبی که با بازاری سرمایه‌شون همپای اقتصادشون رشد کردن در دهه‌های اخیر، در سال‌های اخیر به خصوص، علاقه تحلیل تکنیکال هم خیلی رشد کرده و اینها در واقع خیلی گرایش پیدا کردن اینکه خب حالا به صورت استاندارد یاد بگیرن. در سال‌های اخیر با توجه به این اقبال عمومی خیلی از ناشران قوی هم اومدن این خلل رو پر بکنن، یعنی به جای اینکه بگن ما بریم 15 تا کتاب و هر کدوم یه سری فصولش رو بخونیم، بیان یک کتاب جامع داشته باشیم به عنوان رفرنس، چیزی که شما سوال کردید. و الان دو تا رفرنس خیلی خوب در این مورد داریم که یکیش رو توی مستر کتاب باز به خودمون گذاشتیم و اونجا ارائه میشه، دوستان میتونن تهیه بکنن، خیلی جامع هستش، در مورد همه مکاتب تکنیکال توضیح داده شده، از الیوت شما بگیرید، الگوهای شمعی، اندیکاتورها به صورت کامل، امواج الیوت، الگوهای کلاسیک، ترسیم خطوط مقاومت، کانال ها و در واقع کل خانواده خط روند، بعد میرسه به مباحث پیشرفته تر مثل مارکت پروفایل، طراحی سیستم های معاملاتی، مدیریت ریسک و سایکل های زمانی. تقریبا میتونم بگم بجز شاید ستاره شناسی فاینانشال استرولوژی که یه مقدار حوزه خیلی عمیقی هستش و نمیشه سرسری ازش رد شد و اصلا ربطی هم به تکنیکال نداره مطلقا، بقیه مطالبی که در مورد تکنیکال وجود داره در این کتاب ها ازش یاد شده، حالا به اختصار یا به اجماع. و البته من توضیح عرض می‌کنم که اون تکنیکالی که مد نظر غربی هستش یه مقدار با تکنیکالی که مد نظر هموطنی ما هستش متفاوته، یعنی ما به دنبال موقعیت یابی هستیم صرفا از تک سرمایه، یعنی خیلی به دنبال اندیکاتوری عمق بازار مثلا نیستیم بتونیم سلامت کل بازار رو اندازه‌گیری بکنیم، ولی اونا خیلی روی این تاکید دارن که شما کل بازار رو بایستی با ابزار تکنیکالیتون بررسی بکنید، نه فقط مثلا تحلیل شاخص باشه. و این دو تا کتابی که عرض کردم در حدود مرجعی که گفتیم که در مثل کتاب باز هم ما ارائهش میدیم، تا حد بسیار زیادی اون مطالبی رو که IFTA مد نظرش هستش پوشش میده، 100% نیست ولی عرض کردم تا شاید 90-95% رو پوشش میده، و دوستانی که الان میخوان این مدرک رو بگیرن خیلی خیلی کارشون ساده‌تر هستش نسبت منی که مثلا 7-8 سال پیش گرفتم و لازم نیست برن کتاب مختلف بخونن، یه کتاب جامع وجود داره و میتونن ازش استفاده بکنن. بسیار عالی. میخوام میتونی یه در حد دو سه تا سوال، چون ممکنه این تو ذهن دوستان باشه که سوال تستی که مطرح میکنن چه شکلیه، میتونی یه دو سه تا سوالی که حالا تو ذهنت هست از اون موقع یا جدیدن اگه دیدی سوالاتو مطرح بکنی که چه طیف سوالی به چه شکلی مطرح میشه؟ سوالاتش بعضی سوالات با چارته، مثلا یه چارت به شما میده برای لول یک شما میفرمید بله یک لول یک، این خب خیلی ساده تر از لول دو، نیازی هم خیلی به تسلط انگلیسی به صورت نداره، تستی هست فرض کنید که یه چارت به شما میده در راهی پایین تر قلعه پایین تر، بعد یه جور روند عوض میشه، بعد سه تا نقطه به شما میده میگه کجا روند عوض شده، جایی که مثلا خط روند شکسته، جایی که سقف قبلی شکسته، یا جایی که مثلا یه مقدار تبدیل صدور مثلا ما داریم. خب میشه جواب درست میشه جایی که سقف قبلی شکسته، این مثلا میشه برای چارت. یا یک الگوی شمعی ترسیم میشه میگه این چه الگویی هستش، مثلا دارک لود کاور هستش، انگولفینگ. اگر هم سوالش تئوریک باشه مثلا به شما میگه که در کدام یک از حالات در واقع امواج الیوت مجاز هست
که در واقع موج 4 وارد حریم موج 1 بشه. مثلا چه دایگنوز به این صورت هست. یعنی فقط عرض کردم یک میخواد به شما بگه تمام، ولی کلیه حوزه ها رو شما حداقل مطالعه کرده باشید و مسلط باشید به صورت نسبی، نمیخواد به کار بره. فقط به صورت در واقع حفظیات از شما سوال بپرسه. در واقع لول 1 رو من تصور میکنم اکثرا بتونم بگیرم، یعنی بچه هایی که دور بر ما هستن با این دایره اطلاعات فکر میکنم اکثرشون بتونن لول 1 پاس کنن. آره فقط یه خورده انگلیسی رو متوجه بشن کافی، حتی به تسلط به انگلیسی هم کامل نیاز نیستش. بعد چقدر هزینه آزمونه؟ زمانی که من رفتم 700 دلار، الان مثل اینکه 850 دلار شده. و این تقریبا 20 میلیون پول بدن که برم جان؟ تقریبا باید 20 میلیون پرداخت کنن که تو آزمون شرکت کنن. بذار فقط داره آزمونشه. خیلی راحت ترین کشور خب ترکیه و ارمنستان هستش و دا نمیخوان. و طبیعتا خب این دو تا کشور خیلی مد نظر خودم، هم لول 1 رو تو ترکیه دادم. لول 2 ولی یه سری مراکز خاص داره، یعنی مراکزی که خود IFTA میگه، و اگر شما بخواید مراکز رو درخواست بکنید که در لیست IFTA نیستش، یه هزینه ای رو مثلا فکر کنم اولوش 200 دلار باید اضافه پرداخت بکنید تا بتونید در واقع در اون لول هم شرکت بکنید. لول 2 خب دیگه داستانش متفاوته، یعنی کاملا شما تشریحی هستش سوالات، و عرض کردم توضیح دادم که در واقع تله بین بازاری و مدیریت سرمایه درش مد نظر است، به خصوص تله بین بازاری درش خیلی 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 بولد هستش. میدونم که جز اولین نفراتی هستی که توی ایران مدرک رو گرفته. آماری هست جایی که بدونیم تو ایران چند نفر این مدرک رو دارن لول 1 یا 1 و 2 با هم؟ خود IFTA اگه بهش ایمیل بزنید و درخواست بدید میتونه به شما بگه. یعنی من خودم سال 1393 فردی بود که ادعا داشت در واقع مدرک گرفته و عضو SCA هستش، من ایمیل دادم گفتن که ایشون بعد مدتی بوده ولی دیگه حق عضویتش رو نداره، مدرکش رو داره. من تا جایی که خودم میدونم یک نفر دیگه گرفته خود مدرک رو به صورت کامل، که آقای فرتاش هستش. خیلی یادی ازش بکنیم، فرد بسیار بافرین در واقع با فرهنگ و فریفته بودش که خودش هم سیتیزن آمریکا بود. و جالب اینجاست که ایشون بعد اینکه مدرک رو گرفت سفری داشت به سنگاپور، یعنی مالزی رفت، بعدش رفت سنگاپور و اونجا فرصت شغلی عالی بهش پیشنهاد داد. خیلی جالب بود برای من که خود من نرفتم سمت این که به در خارج کشور مشغول به کار بشم، و مثل اینکه طبق گفته ای که در واقع از ایشون میتونم بگم اینه که خیلی اونجا تقاضا زیاده برای کسی که بتونه واقعا یک ولیو، یک ارزشی اضافه بکنه با استفاده از سایت تکنیکال به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسیار متعددی که در اونجا وجود داره. ظاهرا حالا طبق صحبت ایشون خیلی از چینی‌هایی که در خود مینلند چین، در سرزمین اصلی چین در واقع پول زیادی کسب کردن، سرمایه زیادی کسب کردن، تمایل دارن که برای حفظ سرمایه‌شون بیان به سنگاپور و هنگ کنگ، و اینها در واقع به شدت دنبال در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بتونن سرمایه‌شون رو حفظ بدن یا توسعه بدن، در واقع رشد بدن پولشون رو. و طبیعتاً در چنین محیطی خیلی تقاضا برای تحلیلگران تکنیکال فبره به عنوان کسی که خب میتونن یه ارزشی اضافه بکنن به اون سرمایه‌گذار و اون صندوق سرمایه‌گذاری وجود داره. تفاوتی که وجود داره، من چقدر تایم داریم؟ یه 5 دقیقه دیگه میخوام جمع بندی کنم. فقط این مقایسه داشته باشم با CFA. CFA شما میتونید در کشوری مشغول به کار باشید یا در محیطی، در عرصه‌ای، در فیلدی که خیلی ربطی به تریدری هم نداشته باشه، یعنی به بازار مالی هم ربط نداشته باشه. مثلا شما میتونید کارشناس ارزش گذاری بشید. یه در همه کشورها کاربرد داره، در همه حوزه‌ها کاربرد داره. یا مثلا کارشناس مدیریت ریسک بشید برای یک شرکت بیمه. که اصلا ربطی هم به بازاری مالی نداره، خیلی فیلدش فراتر. بنابراین CFA در واقع فرصت شغلی که براش هست خیلی خیلی گسترده هستش، ولی CFD بیشتر در کشورهای مطرحه و در کشورهای تقاضا میشه که به شکلی ترمینال مالی هستن، پایانه مالی هستن، مثل سنگاپور، هنگ کنگ، دبی، امیرنشین در واقع دبی، قبرس و انگلستان و تا حد کمتری آلمان. من خودم بعد اینکه مدرک رو گرفتم مؤسسه ای در قبرس که پیشنهاد همکاری داد در حوزه آموزش البته، و اینها یک بسته هایی رو برای آمادگی آزمون CFP طراحی کرده بودن که صحبت که باهاتون کردم قیمت گذارشون خیلی بالا بود، در یورو قیمت این در واقع بسته ها بود که گفتم تو ایران چنین کشش وجود نداره و در واقع نتونستیم با هم همکاری بکنیم. در واقع در این همچین کشورهایی خیلی انتظار داشته باشید که سی اگر رفتید دنبال CFD و مدرک رو گرفتید، در یک چنین کشورهایی میتونید انتظار داشته باشید که
مشغول به کار بشید یا تقاضای کاری وجود داشته باشه براتون. ولی CFA خب یه مقدار گسترده‌تر عرض کردم در حوزه ارزش‌گذاری، مدیریت ریسک، ریسک سنجی، در این موارد میتونه ارزش استفاده کنه. بسیار عالی. میشه گفت به دوستان که اگه دو لول رو داشته باشن راحت تر میتونن برای مهاجرت اون اقدام بکنن با استفاده از مدرکشون؟ عرض کردم برای اون کشورهایی که در واقع از نظر مالی یه جوری ترمینال هستن، مثل انگلستان، مثل دبی، خیلی پوینت هست، به خصوص اگر یه مقدار سابقه کارم داشته باشن و بتونن خوب خودشون رو پرزنت بکنن، به انگلیسی مسلط باشن، 100% میتونه کمک بکنه. 100% میتونه کمک بکنه. یه نکته هم عرض بکنم خدمتتون که CFDE بعضی های انتظارات نابجایی داره. میگه من اگه مدرک رو بگیرم پس تریدر میشم. نه، CFDE بیشتر در حوزه M اول هستش، در واقع در حوزه متد و در حوزه روش میتونه به شما خیلی کمک بکنه، چون شما کل متدهای تکنیکال، ترفندها و شگردهاش رو فرا میگیرید، میتونید خودتون با استفاده از ذهنیتتون، سلیقه‌تون و بر اساس شخصیت تریدریتون چند تا رو با هم میکس بکنید، سینک بکنید و در واقع در قالب یک سنتز خلاقانه به یک سیستم معاملاتی برسید. ولی فقط این متد رو به شما میده. مایند و در واقع ماینی خب بحث جدایی هستن که در این مورد خیلی خیلی بحث گسترده‌ای وجود داره، نمی‌تونید بحث وجود داره در مورد صحبت بکنید. پس انتظارات ما از مدرک CFDE در حوزه تریدری باید واقعی باشه، بیشتر در مورد متد شما میتونید اطلاعات کسب بکنید. در حوزه فرصت شغلی هم در کشورهایی که ترمینال مالی هستن که عرض کردم حالا 7 8 کشور هستن، البته رو به رشد، یعنی الان ترکیه در واقع میخواد ترمینال مالی بشه، به خصوص بعد این داستان جنگ اوکراین که خیلی از روس‌های پولدار دارن میرن به ترکیه مهاجرت. خیلی از ایرانی‌های پولدار هم در واقع دارن میرن، در واقع ایرانی‌ها و چینی‌ها از این جهت شبیه هم هستن، چون حکومت‌هایی دارن که ممکن هر لحظه دست بذارن روی اموال حالا این کسایی که برای پول در آوردن، یه دارن میرن، چینی‌ها دارن میرن خیلیشون هنگ کنگ و در واقع سنگاپور، ایرانی‌ها خیلیشون مهاجرت کردن به ترکیه. این خیلی از افرادی که متوسط به بالا بودن رفتن ترکیه. از اون طرف روس‌های خیلی خیلی پولدار هم دارن به صورت عجیب و غریبی رو به ترکیه مهاجرت کردن. خب این پول میاد اونجا، قبلا لابد یه بیزینس مافیایی داشتن در روسیه و خیلی کلی پول میتونستن در بیارن، الان نمیتونن در بیارن و این پول‌ها افتاده و میخوان به شکلی بازدهی داشته باشن. خب کی میتونه، چه ابزار، چه حوزه‌ای هستش که میتونه برای ما بازدهی ایجاد بکنه؟ خب بازدهی مالی یکیش هست، حتی حفظ بکنه پولشون رو و از شهر تحریم‌های غربی نجاتشون بده. الان ترکیه هم من خبر دارم که در استانبول به شدت به دنبال هستن که تبدیل به هاب مالی بشن، در واقع ترمینال مالی بشن و جذب بکنن، رقیب دبی بشن به شکلی. این جور کشورها در واقع به شدت تقاضا بالا هستش برای CFDE یا مدرک‌های مشابه. فرض بفرمایید کشوری مثل اتریش خیلی انتظار نداشته باشیم که این مدرک مورد اقبال باشه، چون خیلی ترمینال مالی نیستش، یعنی هاب مالی حساب نمیشه. بسیار عالی، مرسی علی جان، خیلی خیلی لطف کردی که وقت در اختیار ما گذاشتی. خواهش میکنم، آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما دوستان. مرسی. ما یه 10 دقیقه یه ربع اولمون از دست دادیم به خاطر اینکه اینستاگرام بست سفر رو مجبوریم دوباره بسازیم. یه چند دقیقه در مورد بازار صحبت کردیم، یه کوچولو در مورد CFTE گفتیم که قطع شدیم، مجبوریم دوباره بیاییم بالا. مراقب خودتون باشید، مرسی از همراهی همیشگیتون، خدا نگهدار.